تو ویدیوی امروز ما به راهروهای ویران شده مگا پیتزا پلکس فردی فازبر برمیگردیم، در حالی که به کفش دختر کوچکی به نام کسی پا میذاریم که در جستجوی دوست گم شدهش گرگوریه. این ویدیو به دو بخش تقسیم میشه. اولی مرور اجمالی از سفر کسی در پیتزا پلکس و دوم نگاهی به پایان چنگانه بازی با تئوری در مورد معنای اندینگ ها و همچنین چگونگی پیوند داستان رویند با داستانی که قبلا در سکیوریتی بریج گفته شد. این داستان Five Nights at Freddy's Security Breach رویند هستش. سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید. حالا بریم سراغ ویدیو. قسمت 1: پیتزا پلکس در رویند و کسی. به نظر میرسه چندین سال از وقایع سکیوریتی بریج میگذره و مگا پیتزا پلکس فردی فازبر مدت‌ها رها شده و به حالت ویرانه یا همون روین تبدیل شده. مواد غذایی پوسیده شدن، دیوارها پوشیده از گرافیتی پوسیده و کل ساختمون بسته شده. یه روز غروب سرنوشت‌ساز، دختر جوونی به نام کسی توسط دوستش گرگوری به خرابه‌های پیتزا پلکس فراخونده میشه. گرگوری هیچ جا دیده نمیشه، بنابراین کسی شروع به جستجوی ساختمان قدیمی برای اون میکنه. اون یه چراغ قوه پیدا میکنه که به اون اجازه میده تا به اعماق تاریک ساختمان بره. خیلی زود اون یه راکسی تاکی رو پیدا میکنه و صدای گرگوری رو میشنوه که ناامیدانه درخواست کمک میکنه. گرگوری؟ I got your message. Where are you? Help! Something grabbed me! You won't let me go! You have to find me! I'm trapped in the sinkhole under the raceway! الان این وظیفه کسی هستش که دوست گیر افتاده خودش رو پیدا کنه و اون رو از زندان آزاد کنه. کسی از طریق دریچه میخزه و خودش رو در آشپزخونه‌های پیتزا پلکس میبینه، جایی که با اندور چیکر گلمراک روبرو میشه. خیلی زود اون ابزار مفید دیگه ای رو پیدا میکنه، یه دستگاه هک معروف به نام فاز رنچ. A fast wrench. It's just like my dad's. به نظر مثل پدر کسی کارمند فازبر انترتینمنت هستش و به عنوان مهندس کار میکنه. همونطور که اون میگه، اون خودش یکی از این آچارها رو داره. این میتونه به شخصیت کسی یا پدرش اشاره کنه که در بازی آینده واقعیت مجازی هلپ وانتد دو نقش آفرینی میکنه. همونطور که از تریلر اون میبینیم که نقاط هک آچار رو میشه در اون بازی هم مشاهده کرد. اما این یه نظریه برای زمان دیگه هستش. بخش دوم، هلپی و انتیتی. کسی به زودی توسط انتو مونتی گیتور مورد حمله قرار میگیره و به فازلا فرو میره و بعدش به خرابه‌های مونتی گولف میره. در اینجا اون با یه ربات پیشخدمت روبرو میشه که ماسک خیلی آشنا رو برای اون در نظر گرفته. این همون ماسکیه که زمانی ونسا رو تحت تاثیر گلیچ ترپ به شکل ونی کنترل میکرد. البته کسی این رو نمیدونه و بنابراین ماسک رو برمیداره و روی صورتش میذاره. در موقع پوشیدن این ماسک اون میتونه واقعیت رو از طریق یه لنز دیگه مشاهده کنه، به مناطق مسدود شده قبلی پیتزا پلکس دسترسی پیدا کنه و همچنین نگاهی به عملکرد داخلی انیماتورونیک بندازه و حتی از طریق پورتال هایی که منجر به شبیه سازی شدن سفر کنه. دنیای درون خود ماسک به شبکه ونی معروفه. این ماسک همچنین کسی رو با نسخه هوش مصنوعی هلپی آشنا میکنه. این هوش مصنوعی قابل هم کسی رو در هر قسمت از پیتزا پلکس راهنمایی میکنه و نکات مفیدی رو ارائه میده که به اون اجازه میده به هر مشکلی که سر راهش قرار میگیره غلبه کنه. با این حال استفاده از این ماسک خطر داره. استفاده طولانی مدت از دستگاه ظاهری شبیه به بانی ایجاد میکنه که تنها به عنوان انتیتی شناخته میشه. این روح مخوف در دستگاه تا حدودی شبیه به گریش ترپ شرور قبلی فنف هستش و تلاش میکنه تا کسی رو در حین حرکت در پیتزا پلکس متوقف کنه و سیستم های امنیتی که ساختمون رو در حالت قفل نگه میدارن خاموش کنه. این موجود قادر با انیماتورونیک های نزدیک تماس بگیره و از اونا برای شکار دختر بیچاره در حالی که اون به دنبال دوست گمشده خود میگرده استفاده کنه. با این حال به نظر نمیرسه که این انیماتورونیک ها از کنترل شدن به این شکل لذت ببرن و آرزوی رهایی دارن. این در یه سکانس اولیه دیده میشه چون انیماتورونیک اکلیپس برای فرار از کنترل میجنگه. I
کسی میتونه از فزرنج جدید خودش استفاده کنه تا بعضی از انیماتورونیکا رو از حالت آسیب دیده درست کنه. اون همچنین در طول ماجراجویی خود با ربات‌های سرور مواجه میشه که در نتیجه این برنامه آسیب‌های AR طولانی رو تجربه میکنن. اون با غیر فعال کردن اونا بهشون کمک میکنه. هلپی و گریگوری گاهی اوقات میتونن با فعال کردن یه سیگنال مسدود کننده در شبکه ونی مداخله کنن و اون موجود یا همون انتیتی رو بیرون کنن. What happened to it? Yes, with my help. I have been helping with the signal jammer. That rabbit thing won't bother me anymore. انتیتی از ترفندی برای مقابله با این موضوع استفاده میکنه. دستگاهی به نام بازدارنده AR رو فعال میکنه تا کسی رو در داخل یا خارج از شبکه قفل کنه و بسته به موقعیت از تجهیز یا درآوردن ماسک جلوگیری کنه. این بازدارنده ها باید خاموشن تا دوباره ادامه بدن و دوباره به ماسک ونی دسترسی پیدا کنن. قسمت 3، اقدامات امنیتی. برای رسیدن به گریگوری در اعماق راکسی ریسوی کسی باید از طریق پیزوپلکس ویران شده عبور کنه و همه موارد رو غیر فعال کنه. گره‌های امنیتی همیشه توسط موجود یا همون انتیتی اسرارآمیز و هم توسط انیماتورونیکای ویران شده که فرمان میده محافظت میشن. کسی در طول تلاش خود با نسخه‌های ویران شده چیکا، مونتی، راکسی، د موزیکمن و حتی گلم راک فردی بی‌سر مواجه میشه. با این حال علی‌رغم اینکه این انیمیشن‌ها تحت کنترل انتیتی نگهداری میشن، برخی هنوز میتونن برنامه‌های خوب اصلی خود رو حفظ کنن. این زمانی آشکار میشه که کسی برای اولین بار با راکسی روبرو میشه. درست در زمانی که روکسان ولف قصد حمله داره، کسی فریاد میزنه و این اقدام راکسی رو از کنترل انتیتی رها میکنه. با این حال کسی بعداً باید خودش ولف رو غیر فعال کنه، چون متوجه میشه که راکسی آخرین گره امنیتی باقی مانده رو در اختیار داره. در این سکانس تاثیرگذار کسی با دوست انیماتورونیکی خودش که هنوز اولین بازی دختر کوچیک از پیتزاپرکس در روز تولدش رو به یاد داره خداحافظی میکنه. So sorry, I love carrot cake. Happy birthday, Cassie. Fox, I'm so sorry. با غیر فعال شدن راکسی، کسی الان به پایان ماجراجویی خودش رسیده و میتونه به گودال زیر راکسی ریسوی سفر کنه تا دوست گم شده خودش گریگوری رو جستجو کنه. قسمت 4، میمیک. کسی که هنوز در سوگ مرگ دوستش راکسی عزاداره، از آسانسور پایین میاد و وارد چاله‌ای میشه که خرابه‌های پیزاپلکس فردی فازبر در اون قرار داره. اون راه خودش رو از طریق یه سری از غارها طی میکنه تا زمانی که به منطقه‌ای میرسه که در اون پایان برنترپ در طول حوادث سکیوریتی بریج رخ داده. در اینجا اون با یکی از لباسهای قدیمی انیماتورونیک غذاخوری به نام کندی کیدت روبرو میشه که داستان مرموز درباره هیولایی که میتونه اعمال دیگران رو تقلید کنه برای اون تعریف میکنه. There was a monster in the woods, but the mother caught it and kept it locked in the basement. The monster always made scurrying noises at night, but the mother would tell the boy not to worry because it could never get out. Then she would sing the boy a lullaby to sleep. One day, the monster stopped prowling and instead listened and learned the lullaby. The next day when mother went out to find food, the monster sang the lullaby from the basement. The little boy heard the lullaby and opened the door. بعد از شنیدن این داستان اسرارآمیز، کسی به اعماق تأسیساتی در زیر غذاخوری میرسه و در اینجا منشأ موجودی شبیه خرگوش رو که اون رو تعقیب کرده کشف میکنه. این به عنوان هوش مصنوعی امنیتی معروف به MXES وجود داره. کسی هوش مصنوعی رو خاموش میکنه و انتیتی رو برای همیشه اخراج میکنه. سپس صدای گریگوری رو از پشت دیوار بتونی تازه مهر و موم شده میشنوه. گریگوری، آر یو این در؟ The stupid door won't open. Well, it looks like someone poured concrete over the door.
How am I supposed to get rid of concrete? کسی یه لیفتراک مجاور رو هک میکنه که سپس دیوار رو میشکنه و به اون اجازه میده تا دوست گم شده خودش رو پیدا کنه. با این حال بعد از انداختن به اتاق مجاور کسی به یه درک وحشتناک میرسه. صدایی که در تمام این مدت اون رو هدایت میکرد اصلا گرگوری نبوده، بلکه یه هوش مصنوعی وحشتناک بود که به عنوان میمیک شناخته میشد. You saved me. You saved me. Gregory? Gregory. You're not Gregory. What are you? The Mimic یه ساخته انیماتورونیکه که از یه ناهنجاری هوش مصنوعی تکامل یافته ساخته شده. در پایان ویدیو در این مورد بیشتر صحبت میکنم. اما این موجود همون چیزی بود که در داستان کندی کیدت مورد بحث قرار گرفت و قادر هر چیزی رو که هوش مصنوعی با اون در تماس باشه در این مورد صدای گرگوری تقلید کنه. روکستان وولف ناگهان از سایه ها بیرون میاد و بعد از اینکه کسی سیستم امنیتی رو خاموش کرد دوباره فعال میشه. اون شروع به مبارزه علیه میمیش میکنه و به کسی اجازه میده که فرار کنه. بعدش گرگوری واقعی با اون تماس میگیره و تایید میکنه که فریب خورده و قول میده به اون کمک کنه تا فرار کنه. Is that really you? I mean, really you. I've been trying to reach you all night. I'm not at the pizza place. Something's trying to trick you. You're a bit late. This thing in the basement sounds just like you. How do I know this is you for real? Is there another option? You need to get out of there now. How? My friend has access to the building maps. Just follow instructions. قسمت 5. پایان‌های مخفی. قبل از اینکه پایان پیش‌فرض بازی و نحوه ارتباط اون با رویدادهای سکیوریتی بریچ رو توضیح بدم، اجازه بدید ابتدا به سرعت هر کدوم از پایان‌های جایگزین رو بررسی کنیم. تو اینجا پایان‌هایی هستش که ما در حال حاضر از اونها خبر داریم. اگه چیز جدیدی کشف شد بعداً براتون می‌ذارم. در انتهای بازی اگه دستورالعمل‌های گرگوری رو بعد از مسیر دوم انشاب ندیده بگیریم که در طول دنباله تعقیب قار با یه برش قطع شده از غذاخوری خانوادگی فردبر مواجه می‌شیم. با تجهیز ماسک ونی کسی میتونه به داخل این بردگی بپره و پایین توهم آمیز رخ میده که اون خودش رو در دامنه ای با گرگوری، هلپی و ونسا میبینه. به نظر میسه این پایان یکی از شبیه سازی های واقعیت مجازی میمیک هستش که کسی رو به زندان دروغی میکشونه، دقیقا به همون روشی که با ونسا موقع به دام انداختن ذهنش در پرنسس کوئس انجام داد. در مرحله بعد ما پایان اتاق اسکوپ رو داریم، یه پایان مخفی استرک که میشه با قرار دادن 4 دوربین خارج از محدوده در حین استفاده از سیستم‌های امنیتی قابل هم و بعدش استفاده از این دوربین‌ها برای باز کردن قفل 4 دری که قبلا مهرموم شده بودن، در طول آخرین دنباله تعقیب و گریز قفل رو باز کرد. این بار وقتی میمیش رو ملاقات می‌کنیم متوجه میشیم که ظاهر اون تغییر کرده. میمیک الان در یه لباس تلس شده شکسته قرار داره. در اطراف اتاقی که میمیش در اون ظاهر میشه در واقع میتونیم طیفی از لباسهای تلسمی دیگر ببینیم. در حین تعقیب و گریز به جای رفتن به سمت آسانسور الان میتونیم از دری که قبلا قفل شده بود وارد شیم و میمیش رو در اتاق اسکوپ به دام بندازیم. این اتاق یادآور اتاقی که در پایان سیستر لوکیشن دیده شد. اسکوپر روی میمیک میچسبه و اسکلت اون رو بیرون میکشه و لباس رو روی زمین بیجان میذاره. قسمت 6. پایان پیش‌فرض. حالا ما به هر یک از پایان‌های مخفی نگاه کردیم. اجازه بدید توجه خودمون رو به پایان پیش‌فرض معطوف کنیم. در این پایان کسی دستورالعمل‌های گرگوری رو برای واکی‌تاکی دنبال می‌کنه و به یه آسانسور خدماتی هدایت میشه که در اونجا میتونه از چنگال میمیک فرار کنه و موجود پیش‌خورده بازوی خودش رو در این فرایند از دست بده. با این حال گرگوری به کسی میگه که نمیتونه به میمیک اجازه فرار بده و بنابراین اون رو بیشتر در اعماق چاله فرو می‌بره. The Nexus security program was designed to keep it hidden, but you shut down the security, and now it's free. It's not your fault. I know you did it for me, to save me, but we can't risk being followed. I'm sorry. Gregory? No! برای درک بیشتر انگیزهای گرگوری و اینکه چطور این پایان با داستان اصلی سکیوریتی بریچ پیوند میخوره، ابتدا باید مشخص کنیم که کدوم یکی از پایانهای بازی اصلی به عنوان کانون در نظر گرفته شده.
روین سرنخ‌های متعددی رو ارائه میده که به ما امکان میده نتیجه بگیریم که پایان فرار با ونسا در واقع پایان واقعی سکیوریتی بریچ هستش. برای کسایی که اون پایان رو به خاطر نمیارن، در اینجا یه یادآوری سریع وجود داره. در پایان سکیوریتی بریچ به گرگوری این انتخاب داده میشه که یا ساعت 6 صبح که قرنطینه برداشته میشه پیزوپلیکس رو ترک کنه یا بمونه و سعی کنه ونسا رو از وضعیت فاسد ونی نجات بده. برای انجام این کار گرگوری باید هر یک از سه بازی آرکید پرنسس کوست رو تا پایان بازی کنه. با این کار میتونیم ذهن ونسا رو از کنترل گریچ ترپ رها کنیم و با اون از پیزوپلیکس فرار کنیم. متاسفانه در طول این مأموریت گلمراک فردی مورد حمله انبوهی از ربات‌های امنیتی خراب قرار می‌گیره که سر اون کاملا بریده میشه، اما همچنان هوشیار باقی میمونه. بعدش پیشنهاد میشه که گرگوری که گفته میشه یه بچه یتیمه تحت سرپرستی ونسای آزاد شده قرار میگیره و همراه با سر فردی این ستا همیشه با خوشحالی زندگی میکنن و الان قول میدن که از اسرار تاریک زندگی مطمئن بشن. پیزوپلیکس برای همیشه مدفون و قفل شده باقی میمونه. شواهدی که صحت این موضوع رو تایید میکنه به شرح زیره. در پایان ونی بعد از برداشتن ماسک و رهایی از کنترل گریچ ترپ به حالت ونسای خود برمیگرده. این ماسک در پیزوپلیکس باقی میمونه، جایی که بعداً به کسی در روی DLC داده میشه. وقتی فردی رو ملاقات میکنیم اون رو در حالت پاره شده در فیزر بلاست پیدا میکنن. این همون مکانی که در اون موقع پایان سکیوریتی بریچ مورد حمله قرار گرفت و سرش بریده شد. در طول داستان روینت کسی با صفحات کمی که کشیده شده توسط گریگوری روبرو میشه. این صفحات تمام پایان‌های سکیوریتی بریچ رو نشون میدن به جز پایان گود ونسا. از اونجایی که پایان‌های دیگه به عنوان کتاب کمیش به نظر میرسن، نشون میده که اینا صرفاً ایده هایی هستن که از ذهن گریگوری اومدن تا چیزی که واقعاً اتفاق افتاده. ما ماشین پرنسس کوست آرکید رو با یه شمشیر در ویرانهای اتاق امنیتی مخفی ونی پیدا میکنیم. این منطقیه چون ذهن ونسا از زندان خود در طول پایان ذکر شده آزاد شد. در نهایت در نزدیکی آغاز داستان روینت میتونیم به طور خلاصه به ادغام انیماتورونیک نگاه کنیم. بلاب که در یک حفره پنهان شده. از اونجایی که بلاب در کنار برن ترپ در پایان مخفی سکیوریتی بریچ نابود شده، نشون میده که پایان در واقع معمولی نبوده. با در نظر گرفتن تمام این شواهد و پایان‌های واقعی، به نظر میرسه دوستی که گرگوری به اون اشاره میکنه در واقع ونسا نگهبان سابق پیزوپلیکس و قربانی قبلی گریچ ترپ هستش. همونطور که میدونیم ونسا دانش پیشرفته ای از سیستم‌های امنیتی پیزوپلیکس زمانی که تحت نفوذ گریچ ترپ بود به دست آورد. بنابراین منطقیه که اون این دانش رو زمانی که از چنگال اون رها شد حفظ کرد و بنابراین موجودی شبیه به بانی که کسی رو در طول بازی تعقیب میکنه و سعی میکنه اون رو در هر قدمی از رسیدن به میمیش بازداره، تقریبا به طور قطعی نوعی از ونسا پروگرام سکیوریتی AI هستش. به شکلی تنامیزی به شکلی خرگوش قهرمان طراحی شده. یه فاک برای موجودی که زمانی اون رو با ماسکی با مضمون خرگوش کنترل میکرد، در حالی که خود شکل خرگوش به خود میگرفت. این هوش مصنوعی که با نام MXES شناخته میشه برای محکم نگه داشتن میمیک و جلوگیری از آزاد کردن مجدد اون توسط دیگران ایجاد شده. متاسفانه با راهنمایی میمیک کسی بر شانس‌های بزرگ غلبه کرد و موفق شد پروتکل امنیتی ونسا رو ببنده و میمیک رو از زندان خود در پشت دیوار بتونی در اعماق پیزوپلیکس آزاد کنه. اما داستان همچنان عمیق‌تره، چون ممکنه بپرسید خب در مورد گریچ ترپ چطور؟ خب دوباره این فقط یه نظریه است، اما بر اساس شواهدی که الان در دسته به نظر میاد که میمیک و گریچ ترپ یکی هستن. میمیک ناهنجاری هوش مصنوعیه که همونطور که از اسمش پیداست میتونه محیط اطراف خودش رو تقلید کنه، دائما یاد میگیره و تکامل پیدا میکنه. میمیک از بازی ویدیویی هلپ وانتد با موزه واقعیت مجازی متولد شد. در این بازی از مجموعی از لاک‌های صوتی مخفی یاد میگیریم که فازبر انترتینمنت در حین توسعه با اسکن در بورد‌های مدار از بقای انیماتورونیک واقعی که از پیتزاریاس‌های مختلف فازبر گرفته شده گوشه و کنار رو بریده. یکی از اونها متعلق به اسپرینگ ترپ بوده و اطلاعات دیجیتالی قاتل ویلیام افتن رو در خود جا داده بود. این ناهنجاری تحت تاثیر جنایت افتن قرار گرفت و به سرعت رفتار اون رو تقلید کرد. این منجر به ایجاد اولین فرم میمیک به عنوان گوست این د ماشین گریچ ترپ شد، جایی که در نهایت موفق شد در ذهن تستر بازی ونسا نفوذ کنه و اون رو به خدمت بگیره تا دامنه خود رو از محدوده دنیای بازی به واقعیت گسترش بده. میمیک از دانش طراحی افتن برای ایجاد ماسک ونی استفاده کرد که میتونست با اون صحبت کنه و در حین پوشیدن ونسا رو کنترل کنه. از همین تاکتیک استفاده میکنه تا بر اعمار کسی تاثیر بذاره و از اون برای آزاد کردن یه بار دیگه استفاده کنه. بعد از اینکه ونسا در مگا پیزوپلیکس تازه ساخته شده مشغول به کار شد، به عنوان ونی به سیستم اون نفوذ کرد و کد مخرب میمیک رو آپلود کرد. در این مرحله میمیک بعدش تونست کنترل سیستم ها و انیماتورونیک های مختلف رو در دست بگیره و همچنین خود رو به شکل فیزیکی آپلود کنه.
این کدیه که الان در درون اندویه که در پایان بازی با اون مواجه میشیم. چیزی که این میمیک رو خیلی خطرناک میکنه توانایی اون در کپی کردن داده ها از طریق هر چیزی و سپس تولید یک کپی خیلی قانع کننده از اون با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعیه. از این تکنیک برای ایجاد یک کپی از صدای گریگوری استفاده کرد و بعدش دوستش کسی رو به پیتزا پلیس برگردون تا اون رو آزاد کنه. دلیل اینکه میمیک اطلاعات زیادی درباره گریگوری به دست آورد و اطلاعات تماس کسی رو پیدا کرد اینه که تونست کلوپشتی گریگوری رو نگه داره. این کلوپشتی رو میشه درست در کنار زندانش پیدا کرد و تنها راه واقعیه که میتونم فکر کنم برای توضیح اینکه چطور تونسته بود در وهله اول با کسی تماس بگیره. در حالی که گریگوری دوست کسی بود، به نظر میرسه ونسا به اون هشدار داده بود که میمیک چقدر خطرناکه و اگه این بدافزار دوباره به دنیای خارج برسه چقدر ویرانگر خواهد بود. بنابراین اون تصمیم دردناکی گرفت تا کسی رو با اون در اعماق پیتزا پلیکس محبوس کنه. فداکاری که به اون گفته شد برای اطمینان از ایمنی بسیار دیگه باید انجام بده. اگرچه باید احتمال دومی رو در نظر بگیریم که گفتار میانه گریگوری قطع شده بود و میمیش مداخله کرد. آسانسور رو رها کرد و کسی رو فریب داد تا باور کنه این تصمیم دوستش بوده. ما صدای سیستم رادیویی مشکوکی رو میشنویم که انگار بلنگو در حال تغییره. But you shut down the security, and now it's free. It's not your fault. I know you did it for me, to save me. But we can't risk being followed. از اونجایی که میمیک و گریگوری یکسان به نظر میرسن غیر ممکنه که مطمئن شید. با این حال به نظر میرسه که تمام امیدها ممکنه از بین نره، چون روکسان وولف یه بار دیگه با کسی تماس میگیره و اون دو نفر قراره در یه بازی آینده به ماجراجویی خودشون ادامه بدن. کسی خب رفقا، ازتون ممنونیم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو لذت برید حتما لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید. تا ویدیوهای بعدی روز و شب خوبی داشته باشید.